به برنامه داوود سلطانزوی خوش آمدید. تاریخ و فرهنگ یک کشور بدون یاد بود از اشخاص و عناصری که در رو فرهنگ و تاریخ رول بازی کردن و بدون از اینکه به او کارها رجوع کنیم یک چیز میانتهی خواهد بود. به این خاطر است که گاهگاهی ایجاب میکنه که در مورد اشخاص و افرادی که در این مورد و در مورد سیاست، ثقافت، فرهنگ و شعر و ادبیات مملکت اینا رول بازی کردن رجوع بکنیم، یاد بود بکنیم و راجع به زندگی از اونا، راجع به کارهای از اونا بیاموزیم. برای از اینکه برنامه ها را ما دوامدار ساخته باشیم ایجاب میکنه که گاهگاه مهمانای را که در این مورد اهتمام خرج دادن و آثار افراد بسیار پر اهمیت فرهنگی را دوباره به چاپ رساندن و به دسترس نسل جوان قرار دادن با اونا صحبت های داشته باشیم. به می ارتباط امروز مهمان ما آقای سید فضل اکبر، یکی از فرهنگی های افغان که در تا زمان طفولیت با فرهنگ سراب کار داشته، از صنف پنج مکتب در پروگرام اطفال رادیو افغانستان شمولیت داشت و بعد از او از صنف نوی مکتب نطاق بایس نطاق در رادیو شروع به کار کرد و بالاخره زمانی که مهاجرت نمود در پاکستان با ایجاد مرکز اطلاعات و اسناد افغان پرداخت و در اونجا برای جمع‌آوری اسناد و اطلاعات افغانی و جمع‌آوری اسناد افغانی کوشش های خود دوام داد و در مورد فرهنگ و ادبیات کشور کارهای زیاد کرده و در این اواخر آثار یک نویسنده متفکر و ادیب مشهور قرن گذشته که در نیمه دوم قرن بیست در افغانستان زندگی میکرد، او آثار جمع‌آوری کرده. آقای سید شمسالدین مجروح شخصیتی بود که هم در ادبیات کشور، هم در فرهنگ کشور و هم در سیاست کشور از خود چیزهای باقی مونده که قابل ذکر است. مثلا به یاد من میاد که در زمان طفولیت ما، زمانی که دهه دموکراسی صحبتهایش آغاز شد، قبل از اینکه دهه دموکراسی آغاز شد در افغانستان، برای مقدمه از او برای تصویب قانون اساسی او وقت افغانستان اینا رول بازی کردن با کوشش های همگانی که با اشخاص بسیار برجسته دیگه، مثلا دکتر ظاهر خان صدراعظم، دکتر یوسف خان صدراعظم، دکتر عبدالقیوم برادر دکتر ظاهر خان که وزیر معارف و وزیر داخله بود، آقای رشتیا، آقای الفت و افراد متعدد دیگه که در دهه دموکراسی و ایجاد از او دهه رول بازی کردن. آقای شمسالدین مجروح از اشخاص بسیار برجسته از او دوره بود و من بسیار خوشحال هستم که آقای سید فضل اکبر خوش آمدید میگم. دیر مهربانی مون کرلا، مهربانی خوشحال هستم، شکر استاد تو دوست مهربانی نه استاد شده شو نه دو پروگرام نه چی یقینا د قدر ول پروگرام دې خلګ اوریدون کې لري او د ټولو نیوز نه تشکر او لیدونکو او اوریدونکو ته سلام مهربانه استی. راځي سپڅه په مختصره توګه اوله د استاد مجروح په ارتباط چې د کورنۍ او با فرهنګ کورنۍ خپل ډیر برجسته اولادونه پریښودل، مثلا استاد بهاءالدین مجروح د زوی و. بله درست. د مختصر معرفي لپاره که تاسو په دری غواړئ، کتابونه خو په دری دي، که غواړئ په دری ورباندې وغږېږئ، په پښتو دواړو باندې به وغږېږئ چې لیدونکي مستفیده سي. نو دا دغه کتاب چې د لیکلی زه دلته درې کتابه دي چې به دا معرفي کوم. اوله دا یې په خپله مختصر که معرفي کوي؟ هو، خو اول کتاب یې سرګذشت من دی. درست. سرګذشت من کې دا خپله معرفي کړې ده او دې باندې به دا تاسو ته وګړېږم چې د په 1915 عیسوي کال کې د کونړ د ولایت په شینکوله کلی کې تولد شوی دی. زما مشر کاکا دی، زما د پلار کاکا و، او همالته په کلی کې په جومات کې سبق ویلی دی او د مکتب ته هیڅ نه رسیدلی د هماغه وخت نه چې خپل علم او دغه سره شوق و خپله سواده به تاسو ولرئ. دا سرګذشت من و ما ورته مراجعه ورته کړی دی. دا دی دا کتاب دی. نو بیا د هماغه وخت نه دی کابل ته راغی او د مشر ورور د پخپل سرګذشت کې لیکلی دی چې سید عبدالرزاق پاچا یا مشهور په شال پاچا و، هغه د مشر ورور و. نو دی وایي چې زه هغه معرفي کړم
داوود خان ته چې هغه وخت کې د مشرقي د ولایت رئیس تنظیمه و ته به مې ویل بیا داوود خان زه ویل معرفي کړم د هغه ته هاشم خان صدر اعظم ته چې هغه وخت کې په کابل کې صدر اعظم و د هاشم خان نظر و زما په باره کې ښه نه و خلکو ورته څه ویلي و ځکه د به ځینې شعرونه ویلي و چې هغه داسې د دغه شعرونه په اصطلاح د وطن وطن پرستۍ یوه ضد د استبداد او داسې مسایل پکې و چې هغه د هاشم خان نه و خوښ نو بیا داوود خان ورته ویلي و چې ته که لاړ شي ور صدر اعظم صاحب وګوري بیا صدر اعظم صاحب یې وکوت او هغې نه پسته دی ورته ویلي و چې ته دلته کابل کې باسه کار وکړه ده ویل چې زه شوق د شخصي کارونه لرم او د حکومت او دولت کار سره مشه نه شوق نه شه بیا ویل زه به هم داسې یو کار ترکړم چې شخصي سره نږدې بیا دا یې د اعیانو مجلس کې مقرر کړی و اعیانو مجلس د مشرانو جرګه وه او تقریبا عمرم ډېر کم زما خیال دی چې د شلو نه به پورته نه و چې دا د اعیانو مجلس غړی شو په مختلف پوسټونو ته لار کار کړو چې مثلا په دې سوانه کې راغلي دي د افغانستان بانک د ملي بانک رئیس تفتیش شو د نصاراتو رئیس شو نور ځینو کې کارونه کوو خو لوی کارونه به وروسته رئیس مستقل د قبایل شو چې رئیس مستقل تقریبا د وزیر رتبه و او کابینه کې به کېناستل مطبوعات هم هغه وخت کې رئیس مستقل و قبایل بیا وزیر عدلیه شو د دیموکراسۍ په دوره کې هماغه وخت کې چې ډاکټر یوسف خان صدر اعظم شو د وزیر عدلیه شو او د خپل لیکي هم چې د باندې ډېر اصرار وکړ چې وزیر داخله شه دی وایي چې ما په خپل داوود طلباره ځان دغه کې چې زه وزیر عدلیه کېږم ځکه چې زه په اسلام کې موارد یم او په شریعت کې موارد یم او موږ او تاسو د دیموکراسۍ یو پروګرام او پلان لرو او د دې دیموکراسۍ په مقابل کې ځینې مثلا حساسیتونه او ځینې خلک د دې ملایانو د طرفه نه چې په معنا د دیموکراسۍ صحیح نه پوهېږي مشکلاتو سره مخامخ کېږو زه د ملایانو په ژبه پوهېږم او زه په دې لحاظ ډېر مفید به واقع شم چې وزارت مهمه ده دغه موضوع شما اگر لطف کنید در مورد امی که دهه دموکراسی قبل از آغازش بله. یک مقدمه پیش از او برای آماده ساختن قانون اساسی در اونجا یک حرکت به وجود آمد که این چند نفر رول اساسی داشتند در این مورد ما میخوایم که کم معلومات بتین در سوانه شانه هستند یکی این را بخاطر ازی میخوایم بگویم آقای سید فضل اکبر که مردم افغانستان فکر نکنند که این دموکراسی فعلی بله. اولین بار است که افغانستان با این معنوس شده و روبرو شده مردم افغانستان فرهنگ قدیمی را در این مورد تجربه کردن و وجود داشته و به او خاطر میخوایم که میره تشریح بسیم یک نهضتی بود به نام ویخ زلمیان بله هم و بعد از او یک پروگرام دیگه بود به نام کلوب ملی بله بله و در کلوب ملی و در ویخ زلمیان هر دویش جناب مجروح صاحب بسیار اشتراک فعال داشتن و در کلوب ملی خودشان هم نوشته کردن که ما باعث منشی کلوب ملی مقرر شدم و از اون وقت می تماسا شروع شده بود چی که تو شود و کلوب ملی یک گروهی از متفکرین و نواندشان بودن که جمع شده بودن مبتکرین کلوب ملی و مؤسسین کلوب ملی سردار داوود خان و سردار رحیم خان بودن درست با امرای آقای مجید زابولی درست. و اینا به می فکر شدن که امی مرای منورین و روشن فکران تماس گرفته شوه که اگر یک وحدت ما بین کلی زیاد بیاید از او خاطر گفت ما خودش میگه که بابا نمایندگی کلوب ملی مرا وظیفه دادن امرای و محمودی سه و آقای غبار تماس گرفتیم و که جوانا و کلشان با یک جای یک جا شون و پروگرامشان یک چی شوه دیگه ای همی جریانات پیش ازی بود خب میگن که متاسفانه با دوزو بعضی همی صدر از همه که بودن مثلا خود هاشم خان و شاه محمود خان و همی اکی از خاندان سلطنتی با همی جریانات موافق نبودن بله موافق نبودن باز اونا دیگه باش طرق مختلف کوشش میکردن که تخریب کنن و بالاخره تخریب هم شدن این همون وقت همی جریانات هم چندان نتیجه نداد و تا بالاخره داوود خان صدر اعظم شد و امرای زو هم میگن که ما قبلا مشار با وی صحبت ها رسیده بودیم که ایجاب میکنه که سلطنت و حکومت از هم جدا شوه و یک قدم اول دموکراسی است و این پادشاه هم قبول کرده بود و به این حساب بود که وقتی که داوود خان صدر اعظم شد ما سر از این مسائل کار شروع کردیم و ما بین خود دوستا و رفیقایی که هم فکر بودیم صحبت میکردیم گپ میزنیم تا بالاخره نه این فهم چی واقع شد خودش هم میگن که داوود خان یک دم استعفا داد و همی دلچسب است مرا باید یک داستان من داده که برای من قصه شده بود از طرف دکتر زایر خان صدر اعظم
یک روز به منزل خسار ما آمده بود و گفت که ما زمانی که میخواستیم که شاهی را به شاهی مشروطه ما بدل بسازیم و این قانون اساسی را معرفی بکنیم داره. کوشش داشتیم که دو گوشواره پادشاه را از پیشش پس بکنیم و در نزد می متفکرین و نواندیشان گوشواره های پادشاه عبارت بود از داوود خان و نعیم خان و باز بر فامیل ما قسم میکردن که گفتن آمدیم امون شوه که موفق شدیم که متقاعد بسازیم پادشاه را که در قانون اساسی باید گنجانیده شوه که اعضای فامیل سلطنتی در حکومت اشتراک نکنن باز آمد دوستا بر فامیل ما گفته که ما گوشواره های پادشاه را امروز از پیشش پس کردیم این دلچسب بود این درست است این درست است و همین مقصد از این لحظه طبیعی بود که حکومت و سلطنت جدا شود و در حکومت بعد از اینکه هاشم خان و شهبانوت خان وفات کردن و از صحنه رفتن دیگه هم دو قدرت بزرگی که بودن یکی داوود خان بود یکی نعیم خان بله بله و این یا دیگه قانون اساسی که باز در 1964 جور شد امو یکی از موادش همی بود که هیچ عضو خیشای نزدیکی پادشاه که بچه کاکا و ماما در پستای کلان وزارت و صدر اعظمی و اینا آمده نمیتونه و نمو بود که مثلا یک گپ که تصویب شد گفت که پادشاه یک دفعه مرا خواست و مرا گفت که اگر این وعده نشوه برای اینکه بعضی مردم پادشاه را ترسانده بودن و هرچی که شده بود برای اینکه همه خیشا که هستن ما در فامیل با مشکلات رو برو بشه اما ترام شد ده سال بعد داوود خان به اساس امو عقده بود یا هر چیزی که بود و بازی های سیاسی دیگه که در پشت پرده بود کودتا کرد باز درست دیگه این دلچسب پس رازی پده خاقل مجروح مقاله لکلی دی ام علمی ارخونه ام سیاسی ارخونه او ام ادبی ارخونه رازی سی او چو ادبی ارخوته یا چو اشعار کلاری موضوعات پر ارتباط داری که غیر شروع کو یا گدری دلته خو اما شعر دی اما زمین دی بله نو دا مهم مطالب چې د خلکو لپاره دی او کې د شي چې د نړۍ استفاده وشي هغه به دغه کتابی زه نه پوهیږم چې خلکو ته ښکاري کنه او دا مجموعه مقالات سیاسي او اجتماعي مجموعه مقالات سیاسي آقای مجروح مجموعه او بله دادی درست او د مخ کې د وظایف په قسمت کې د خبرې وشو خو د ټول نه مهم وظیفه چې د دوارشتي دلچسپ هم و هغه د دغه اساسي قانون چې تاسو وایئ چې په قانون خلک اوس وایي چې پخوانو دغه کمیسیون د تصویب رئیس دی او رئیس دی نو دا ذکر شي ما چې دغه د وظایفو دغونه ده سیاست ته په هماغه وخت کې مې علاقه درلوده ډېر کوچنی وم او هره ورځ به جلسې کېدلې دغه د سیرینا هوټل مخامخ دلته یو ځای و چې وزارت عدلیه دلته پروت و د بانک تر څنګ و درست اوس چه سبه خرابه سبه ده استقلال مکتب جور سبه دلچسب ده باید ما تر دیره درست ده نو ده ده مجموعه ده مقالاتو چی ده ده منی باوراو شو چی دویم کتاب ده ده تقریبا طول دریش پیت مقالی دی دریش پیت مقالی چی دی ده پا پختو و فارسی مقالی دی او پا ده که ده سنه ده چی ده مثلا یو موضوع باندی دی دریش پیت مقاله تقریبا په نهلس دغه سیاسی او اجتماعی او علمی او حتی اسلامی او دینی د ټول مسائل په دې کې تشریح شوی دي او ډیر ښه استفاده مخصوصا د نوې نسل لپاره ترې کېدی شي دای فقهي معلومات هم د درلود فقهي معلومات هم دغه کتاب چې هر څوک ولولي نو زما خو دا هم دالی چې که څوک غواړي معلومات خپل زیات کړي دې کې خرف او شورده او په ډېره روانه دغه باندې په فارسي لیکل شوي اکثر مقالې په زبان فارسي بله سه چهار مقاله د پښتوس از جمله 63 دغه همش په فارسي و فارسی که خاصا که خودش بود و او یک فارسی روان بود نوشته کرده که اگر موضوعات امروزی که موضوعات روز است مثلا میگن که بهترین نظام سیاسی کدام است درست. مثلا میگن که فیدرالیزم خوب است یا مرکزی خوب است یا به می ترتیب روشن فکری چیست و مقاله و مزامینش کلش به می ترتیب علمی که هر موضوعش مثلا یک درس پوانتون است که اگر جوانا علاقه داشته باشه از این خوب استفاده کرده می توانه در این کتاب گنجانیده شده در بله. مجموعه مقالات بله. در سرگذشت من چی در سرگذشت من که پیشتر عرض کردم سوانه است نه سوانه غیر سوانه دیگه چی است غیر سوانه کتاب سوم است خب که این هم به نام منتخب اشعارش منتخب اشعار بدریست اکثر پشتو داشت پشتو داشت پشتو داری درست
دیگه این کتاب است که از دو کتاب یک جا شده. یک کتابش تقریبا 47 سال پیش تا پشتو ټولنه چاپ شده بود. درست. الفت صاحب چاپ کرده بود، او را اثر گرفتیم. و دیگهش در پشاور چاپ شده بود به نام منتخب و شیرونه. دیگهش من یاد فریاد بود. هر دویش یک جا شده و دی کلش اشعار است. درست. می خواهیم در دقایق اخیر صحبت بیاین که اتر بیم بر جمع کردن صحبت که خود آقای مجروح یکی خود رول سیاسیش بود که از دهه دموکراسی آغاز میشه و قبل از او پیش زمینه هاش از دیدگاه مردمی هم در بین مردم کار میکرد در سمت مشرقی در ریاست مستقل قبایل از دیدگاه مردمی هم یک آدم بسیار مردمی بود بله بله لیکن جنبه سیاسی و علمی و اجتماعیش که به این ترتیب به حساب به علم چی آورده بود سنگینی میکرد بر جنبه مردمیش درست بله یعنی ایتوخانی و ملکی و این چیزا رو دوست چون نراشت از او خاطر چون مردم هایی که با مردم چی بیشون از این قبیل زیادتر عادتای خانی فقیر و ملکی مشرب بود. فقیر مشرب بود درست. دیگه غم مردم از یاد بخورد مقالاتش از غم مردم و از غم وطن و از اگپا و اشعارش از اگپا شعرش قرارت کنین برای زی که بیننده نمونی از اشعارش بشنون با ملک ما چو رسید از شمال افریتی که از آسمان به زمین ریخت آتش و آهن شدم روان زره صعب سوی جنگل و کوه که بیم بود به هر جا ز حمله رهزن من از معانقه خرس یا رفیق نوین بروسا اشاره میکنه که من از معانقه خرس یا رفیق نوین فگنده خیش با آغوش دشمنان کهن آغوش دشمنان کهن از دست دوستای جدید فگنده خویش با آغوش دشمنان کهن که اشارهشان به پاکستانی بود که قالی به اینجا آمدین باز میگه ولی به زنده آواره اگر بگویم راست خوش است مرگو با آغوش خاک خود خفتن ای هنوز هم صدق میکنه خوش است مرگو ای قسمتش هم صدق میکنه و دیگایش هم دیگه امور رقم دشمنی سابق که دشمن سابق میگن امور وقتی گفته بود تا با میل امور رقم است و پشتوش اشعارش است مثلا مقابلی مثلا ریا و مخالف از چی بود تظاهر و ریا و چی یک شعرش است که منام در غفلت خوب که با قوم خود چی میگن به پشتوش اجازه تان باشی در برتان میخوانم میگه بس که بس که در ریا خبری نوری کمی خوند کمی مزه کمی اثر ده که پام وکلی په دنیا کې هر څه نور دی نوی آواز نوی ګناه نوی ممبر دی ته چې پروت په دې درانه خوبې پښتونه نه پوهېږم چې به څه شي خدای خبر دی د سیالانو قافله در زنه لاړه ستا په مخ کې له هغه شانې ګوټ خر دی له هوا به دې غلیم په ګازو وژدي وسلې خو نوې راووتې اټوم شو او دا شو دا شو هوا شو او ګاز شو وی له هوا به دې غلیم په ګازو وژني تا تلل خپل املا پورې سپر دی دا اوس قدیمی اصلا دا اصلا نور کفایت نه کوي نو زر د علم زغری واغونده پښتونه چې غواړي چې ځان وساتي که نه توره د دشمن دا استاد سر دی که دا حال او دا احوال د پښتنو وي نن سبا د دشمنانو لوی اختر دی اوس هم صدق کوي دی ما خو تاسو ته وویل چې هم مضامین هم اشعار هېڅ زړیږي نه او په هر وخت کې تر څو د انسان دغه خاصیتونه وي چې ریایي واقعیتوب باندې ولاړ واقعیتوب باندې او دا د انسان د طبیعت هر وخت کې انسان د منافقتونه به موجودي معلومدار نیکۍ به موجودي بدۍ به موجودي ظلم به موجودي عدالت به موجودي او دا په همدغو موضوعاتو کې مبارزه کړې ده او صدق کوي چې مثلا ظلم ته بد وایي ازادۍ مخصوصا په دیموکراسۍ ډېر کلک ولاړو دیموکراسۍ زه غواړم چې په آخر کې د استاد د مکتب هغه پیامونه چې تاسو د یو شاګرد په حیث د یو د ځوان سره نږدې اړیکې درلودل تاسو یو خلاصه یو پیام مونږ ته د ده څهنه وړاندې کوي نو د ده په شعرونو کې د ده په مقالو کې او د ده د مجلسونو کې چې زه ورسره همیشه ناست وم او ما ته پلار غوندې وو ځکه چې زه د دریو میاشتو وم چې پلار مې وفات شوی او زه د ده سره لوی شوی یم نو د دنه چې ما څه زده کړي دي رښتیا درته وایم د دیموکراسۍ ډېر سخت طرفدارو او د حقوق بشر نو همیشه په دې ټولو خبرو کې په وضاحت بیانوي کې په دغو کې دغه په ما تاثیر کړی دی چې ازادي فردي او
دموکراسی او په دغه بنا باندې بهترین نظام چی چې د خلکو حکومت په خلکو باندې یا د وی چې حکومت پر خود برخود دا بهترین نظام ده او د دې نظام د ترخم کولو لپاره چې باید درځي کې بیل بیلی د طریقې په باندې په کتابونو کې شته بر نسل فعلی مملکت شما چی میگین که چرا ما راجع به قسم اشخاص باید بیاموزیم چی پیام دارین شما چرا یک قسم اشخاص ما یاد بود بکنیم یا بیاموزیم برای اینکه یک تسلسل که باید ایجاب میکرد وجود نداره یک دوره زندگی نسل جوان ما با گذشته ها قطع شد همون تسلسل از بین رفت همین ضرورتی که باید راجع به قسم اشخاص بفهمیم بر نسل جوان چی میگه برازی که ما مشکلات داریم امروز هم نسل جوان ما مشکلات داره جامعه ما مشکلات داره وطن ما مشکلات داره و این قسم اشخاص نسخه های راه حل مشکلات و راه بیرون رفت از بدبختی هایی که فعلا ما به دچار هستیم که حکومت صحیح چطور جور شود مثلا جامعه چطور به راحت برن پیشرفت خود ارادیت مردمی و خود ارادیت اینمی کلش راه های حلش دی کتابا و دا عقایدی از یه موجود است اگر ما ایا را بخوانیم و بخصوصا زمامدارای ما ایا را بخوانه و عملی کنه بله. بهترین استفاده از برای نجات کشور ازی شده بیتا امیدوار هستم که این کتابا را بخوانن زمامدارای ما هم شنن ما هم شنن تشکر بشت شکر بشت شکر مهمانان بعدی خود خوش آمدید میگیم آقای پرتو نادری متفکر نویسنده و دوست ساخت شما استاد شکرست رفی از دوستای بسیار خوب و همکار همیشگی ما دوست هم راغلاس وایم آقای نادری شما خماندار در مورد شعر و ادبیات و تفکر که در افغانستان در روز زمانه ها سبب ازی شد که یک سلسله اندیشه ها را به مردم افغانستان ارزانی فرماین و عرضه بکنن یقین در اونجا وقت زندگی میکردین و از نزدیک خبر دارین آقای سید شمسالدین مجروح که مامدار خانواده از اینا پسرش آقای بهادین مجروح اینا مردم های متفکر و بسیار برای من دلچسب است که اینا خود انسان خود ساخته بودن تعلیمات خصوصی و خود رساندن در اون وقت در افغانستان امو زمینه ها چطور ایجاد شده بود که آل نمیتونیم امطور یک ماحول با وجود بیاریم یا اگر وجود داره چرا نمیتونیم همینطور اشخاص برایشان امکانات تبارز فراهم بسازیم به نام خداوند بزرگ و با تقدیم سلام به بینندگان محترم تلویزیون و با درود بر روان سید شمسالدین مجروح یکی از شخصیت های برجسته عرصه فرهنگ و ادبیات و سیاست افغانستان میخوام بگویم که این مسئله که شما یاد کردین که بعضی شخصیت ها خود ساخته بودند در گذشته من همیشه به چنین افرادی میاندیشم و اینها در نظر من یک شکوهی بیشتر پیدا میکنن به این مفهوم که چقدر اراده بزرگ دارن که گذشته از این که اینها تحت یک شرایط معین آموزشی قرار بگیرن اینها خود میخوانند و بعد به شخصیت های بسیار بزرگ تبدیل میشن شمسالدین مجروح به یک خانواده عرفانی و که پدرش مردی صوفی مشرب بوده و گفته شده که علاقمند به طریقه قادریه بوده و حتی دست مریدی به یکی از پیشوایان این طریقه داده بود و به اون گونه یک خانواده مربوط بوده و آموزش های ابتدایی را به نزد مادر خود که زنی بوده که مدرسه خصوصی داشته در خانه و با خواندن اون نصاب های آموزشی که ما در مدارس داریم ما بوستان سعدی و گلستان سعدی و این چیزا آغاز میشد و حتی درباره خود بهاودین مجروح گفته میشه که وقتی که کودک بود و عمیش شاهنامه فردوسی را برای مادر کلانش میخواند و بهاودین که کودک بود به اون داستانهای حماسی شاهنامه میاندیشید و بوستان و گلستان میخواند و اسکندرنامه میخواند و بهار دانش میخواند یعنی از این طریق وارد عرصه ادبیات شدن و بعدن روانشاد سید شمسالدین مجروح
البته کار آموزش خودیش بسیار پیشرفت کرد، زبانهای خارجی آموخت، زبان انگلیسی آموخت، عربی آموخت، در عرصه عرفان و حکمت و ادبیات فارسی دری زیاد تحقیقات کرد و از این خاطر یک اشعار دری و پشتو از این خاطر میشه او گفت که یک شاعر و نویسنده زل لسانه این است که همون گونه که به فارسی نوشته کده به پشتو هم نوشته کده. ولی یک نقطه وجود داره که بود شاعری خود توجه بسیار گسترده و چندانی نداشته، یعنی که در جای خواندم که خودش گفته که من علاقمند به انتشار اون بخش از شعرهای خود بودم که موضوعات اجتماعی و سیاسی و انتقادی را در خود میپروراند. ولی شاعر بزرگ زبان پشتو گلپاچا الفت وقتی که بر گزینه شعرهای از یک مقدمه کوتاه نوشته که بسیار یک چند جمله بسیار جالبی اونجا من برخوردم که نوشته کرده که گفته که از طبع سید شمس‌الدین مجروح چنان شعرهای آفریده شده که اگر قرار بر این می بود که شعرها تبادله شوه و داد و گرفتی بوده باشه که شاعر شعر خود به شاعر دیگری بوده و شعر او را بگیره، من حاضر بودم که در بدل یک شعر سید شمس‌الدین مجروح چند پارچه شعر خود برش بدم. البته این یک شکست نفسی خیلی انسانی است و ولی در جهت دیگه باید شعر سید شمس‌الدین مجروح در حدی باشه که شخصیت ادبی مثل گلپاچا الفت که بدون تردید در نظم و نثر در ادبیات معاصر پشتو یکی از قله های بسیار بلند است و حتی ما همین لازم میتونم بگویم که نثر نویسی گلپاچا الفت بسیار یک سبک است، یک شیوه است بسیار بلند است. وارا نصرون یک مجموعه چیاش سالها پیش زمان شاه نشر شده، یعنی وقتی که گلپاچا الفت درباره شمس الدین مجروح با هر چند که یک شکست نفسی هم بدانیم که من خودم باورم همیست آن گونه که در گذشته گاهی شاعران و بازم این در مرحله بوده که او چنین سخنی را باید بگوید. دلچسب است آقای نادری که اینجا نه تنها آقای مجروح یک نویسنده و شاعر بوده، یک متفکر هم بود. من یک تفکر از این که راجع به موضوعات سیاسی در تحت عنوان افغانستان قربانی یک توطئه عظیم بسیار کوتاهش میخوانم چقدر صدق میکنه. گفتن که بعد از فروپاشی شوروی و بعد از انقلاب اسلامی ایران نزد امریکا و عرب ها این تشویش پیدا شد که مبادا ایران خلای قدرت را پر کند. امریکا، دولت سعودی، امارات و پاکستان برای جلوگیری از نفوذ ایران یک انقلاب سنی و ضد شیعه را پلان گذاری نمودند و قدرت رسیدن طالبان را به نام انقلاب اسلامی تجویز کردند. افغانستان قربانی همین توطئه شد. یعنی دید بسیار عمیق سیاسی هم آقای مجروح را در جمله اشخاصی بسیار برجسته واقعا یک دلچسب. یک موضوع دیگرش رو میخوانم بازو به آقای رفی میریم. مسئله افغانستان صحبت کردن، گفتن با نفوذ یکی از همسایه ها، یعنی با نفوذ هیچ کدام از همسایه ها در افغانستان صلح و آرامی برقرار نخواهد شد، بلکه این رقابت ها سالها دوام خواهد کرد و گوشه و کنار دیگر منطقه را نارام خواهد ساخت. افغانستان نظر به اشتراک تاریخی و کلتوری، زبان و ادبیات بیشتر از نفوذ ایران اثرپذیر است تا با پاکستان. از لحاظ تاریخ که در آن پاکستان وجود خود را نمی بیند، بلعکس دولت هایی را که در آنجا افغانستان تأسیس کرده بود، یعنی در پاکستان یا در منطقه می بیند، از تاریخ خوشش نمی آید. این شاگرد مبتدی دبستان سیاست از تاریخ نفرت دارد، لذا یگانه چاره این است که افغانستان در بین همسایگان خود بی‌طرف باشد و دولت آزاد، مستقل و ملی به وجود آید. خیر و سود تمام همسایگان افغانستان، دوست هستند یا دشمن، در این است که با یک مساعی مشترک معضله افغانستان را حل کنند، ورنه این نارامی هیچ دولت را فارغ و آرام نخواهد گذاشت. هنوزم همی تفکرات صدق میکنه. استاد زغوارم چه ده تاسو دید یواز خو ادبی موضوعات نه، بلکه تاریخی لحاظ دست اشخاص چه کسی رو بوده استعداد لری یا وقعی ده خلق پا خدمت که اچوالی دیگه ده تاسو دید دیو متفکر افغان پایس ده پا ارتباط چی شایده ایسی یا چکیده ای ده تاسو نوابرو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د طولو درنو کتونکو تخبل سلامونه وړاندې کوم. سید شمس الدین مجروح واقعا د هغو څو اړخیزو شخصیتونو نه و چې په هر اړخ یې بېلابېلې خبرې کېدی شي او هر اړخ یې قوام ته رسېدلی و. دی علمي ادبي شخصیت و او د ده زده کړې لکه څنګه چې مخکې پرتو صاحب رڼا پرې واچوله
د زده کړې د کلي نه شروع شوی وي او د خپلې کورنۍ نه شروع شوی وي د خپلې مور په غېږه کې زده کړې وي لیکن د دې زده کړو په څنګ کې د طبیعت مطالعه هم ورسره کوله او د طبیعت ویر کتاب یې همداسې لوست لکه څنګه یې چې نور کتابونه لوستل او زده کړه یې ترې کوله په همدې اساس ده ته د دې مطالعې نه فلسفي فکرونه او فلسفي مسائل پیدا شوي وو په هر څه کې به یې فکر کاوه د هرې پدیدې په لیدلو سره به یې د هغو حقایقو ته د ځان رسولو هڅه کوله نو په دې اساس د ده نه یو مفکر جوړ شو او بالاخره د دیني زده کړو د غېږې نه راووت او اجتماعي زده کړو اجتماعي کتابونو ته یې مخه کړه خصوصا د مطالعې له لارې د ډېر څه زده کړل او د دنیا د ډېرو لویانو او مشرانو د افکارو نه متاثر شو او بالاخره ده یو مستقل فکر پیدا کړ تاسو مخکې د ده دغه څو کرښې ولوستلې د دې معنا دا ده چې ده د ورځې پیښې د تاریخ په غېږه کې او د راتلونکي وړاندوینې په اساس تحلیلولې او فلسفي یو دید درلود فلسفي دید یې درلود د غونه یو فلسفي برداشت کاوه مثلا د کله کله اخبارونو ته په ورځنیو پیښو مقالې لیکلې مثلا د ظاهرشاه په اواخرو کې د په افغان جریده کې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې لیکن د ټولو مقالو دري او پښتو کې دواړو کې یو ډول قلم درلود یو ډول پوخواله دلته ډېر دلچسپ ده چې د تفکر د روشنفکرۍ په ارتباط یوه کرښه یې درته لولم روشنفکري چیست طور کې خرقه و عمامه و گذاشتن ریش یگانه دلیل روحانی بودن و متقید بودن نیست همین طور فیشن و لباس غربی و تنها تعلیم و تربیه فنی و عصری برای روشنفکر بودن کافی نیست روشن فکری از سه عنصر متشکل است آزادی خواهی وسط نظر اتکا بر عقل و باز مالمدار تله ده په کمونستان باندې په اخوانیان باندې په ټولو باندې تبصری کړی دی د افغانستان په چوکاټ کې او بیا د امریکې او د کمونیزم پر ارتباط تبصری کړی یعنی دا دغه کتاب چې د علمي او سیاسي او اجتماعي مقالې دي واقعا چې ما یو ډېر سری امور مرور باندې وکړه او ډېر عمیق شان پکې پیدا کی ډیر عمیق فکر یې کړی ډیر ژور فکر یې کړی او په عین حال کې دی یو علمي شخصیت هم ورسره عملي هم و مثلا دی په روشنفکرۍ عقیده لري لیکن کله چې قدرت ته رسېدلی څوکۍ ورته رسېدلی واک یې ترلاسه کړی په روشنفکرۍ دپاره یې خدمت کړی مثلا دی په ډیموکراسۍ عقیده لري کله چې د اساسي قانون د ډیموکراسۍ د لسیزې د اساسي قانون په مسوده کې برخه ورکړه شوه د خپل نظریات هلته پلي کړي دي په قانون کې ډېرې ښکلې مادې ځای کړې او راولي دي او د دې هدف دا و چې دا ډیموکراسي چې د ده په نظر کې ده دا باید په ټولنه کې عملي شي نو په دې اساس او په عین حال کې د عقیده درلوده په خدمت د ولس په خدمت شما استاد در مورد شخص بخش ادبی استاد مجروح صحبت کردین یک انسان متفکر سیاسی هم بود تا نوشته هایی داره در مورد اساسات سیاست مثلا در مورد دولت و قانون که دولت و قانون میگن که دولت و قانون لازم و ملزوم یک دیگرند و در این مورد باز نوشته کرده مقالات استاد که من میخوانم بر من یک سوال پیدا میشه که همین ایجاد تفکر در او وقت در بین قسم اشخاص این زمینه ها را خو دولت در او وقت هم فراهم نساخته بود این انسان هایی که یک شخصی که در کودکی پدرش وفات میکنه و در دامان یک مادر بزرگ میشه اما باز هم از این قسم استعداد برخوردار میشه شما امروز در افغانستان امروز امی زمینه ها را چطور میبینید که چطور ایجاد شده که ما بتانیم دوباره امو قسم زمینه را احیا بکنیم برای افغان ها اینجا یک مشکل بزرگ داریم امروز علم آموختن بالکل تجارتی شده علم به خاطر علم نمی آموزیم علم به خاطر ازی می آموزیم که چطور رو یک پاس بسازیم که از یک جای به جای دیگه یک پله دیگه زینه بالا شیم
دهی شما چی میبینین مقایسه امروز و دیروز؟ بدون شک امروز امکانات بیشتری برای فراگرفتن علوم وجود داره و افراد بیشتری مثلا به تحصیلات عالی دست پیدا میکنن نسبت به گذشته، ولی شاید سلسله این که یا مثلا همکنون در سطح جهان که شما ببینین اون متفکران بزرگی که همه عمر به کار و تحقیق و فلسفه و پایه‌گذاری یک مکتب فکری فلسفی بپردازه بسیار کم شده، چون علوم بسیار مشخص شده و هر کسی در یک رشته معین و خاص میره و مثلا تحقیق میکنه. حالا شما تصور بکنین که بخش امین ادبیات در نظر بگیرین، حالا یک زمانی کسی هم شعر می نویشت و هم داستان می نویشت، هم نقد می نویشت، هم مثلا تحقیقات چیکار می کرد، حالا بسیار کسا علاقه دارن که در یک رشته بسیار خاصی بروند، فرضاً تمام همتشان به این مختص بسازن که اینا باید یک منتقد ادبی باقی بمانن یا تنها شاعر باقی بمانن یا تنها مثلا یک ژورنالیست باقی بمانن. در افغانستان یک چیز بوده که در گذشته یک نوع مردم علاقمندی به یک دانش به اصطلاح دایره المعارفی یا انسیکلوپیدیایی علاقه داشتن، باز میگفتن فلان کس بسیار مردی بزرگ است که هم اقتصاد میفهمه، هم فلسفه میفهمه، هم ادبیات میفهمه، هم تاریخ میفهمه. بسیاری ها شاید در اون زمان برای افغانستان یک چنین شخصیت های بسیار مفید بود، ولی امروز جهان میگه که نه، باید هر کسی در یک رشته، چون بسیار گسترش یافته عرصه های علوم، هیچ امکان نداره که یک انسان برای جز از اینکه استثناءات وجود داره. یک چیزی که من فقط یک نقطه را میخواستم بگم که فعلا افغانستان در ده سالی که مثلا ده سال گذشته دست کم که وقتی که نظام بازار آزاد در افغانستان آمد و یک حالا ما میبینیم چی وضعی است، به نظر من رسیدن به مقام و دریافت پول به هدف نهایی بسیاری از کسها بدل شده و پس اینها به جستجوی اون علم می روند که او علم مفیدیت در زندگی مادیشان داشته باشه، نه آن حکایت مولانا جلال الدین محمد بلخی که مرد احمق به طرف خروجین خود یک طرف گندم بار کرده و طرف دیگه سنگ و مرد حکیمی گفت که چرا این ظلم به سر یسب بیچاره می گفت چی کار کنم در غیر از او خوب میافته، گفت نه این گندم به دوی سه تقسیم کن. باز گفت که خوب بیرا با اسب خود بالا کرد، گفت از این با این دانش و حکمتی که داری از این مال جهان چی داری، گفته چه قلندری هستم از این شب اینجا هستم، گفت از اسبم پایین شو که علم تو نحس است، اگر تو علم مفید می بود امروز صاحب این همه جا و جلال می بودی که من اینقدر باغ دارم، اینقدر زمین دارم، اینقدر چی دارم. حالا هم نسل جهان بشد علاقه داره، هیچ تخصصی برای فیزیک شاید براش مفید نیست، ولی خوش داره دو پروگرام کامپیوتر کار داشته باشه و یک مجله را دیزاین کنه یک چیزی. این در دراز مدت برای یک کشور بسیار بسیار مصیبت بار است. در غرب شما بهتر می دانید که همه عرصه ها کار میشه، متخصصی از در عرصه تخصص کار میکنه، یک کسی در عرصه های فنی کار میکنه، یک کسی در عرصه چی کار میکنه، ولی به هر حال امروز ما نیاز انتظار علم این را به خاطر علم آموختن زیاد قدر چسب و گیرایی نه. گرچه ما اعتقاد به این ندارم که همیشه انسان ها علم را برای علم آموخته باشن، ما علم برای آن میاموزیم که محیط خود و زندگی خود و جامعه خود دیگرگون بسازیم، ولی بعضی علومی بوده که بسیار انتزاعی است. او علوم انتزاعی را هم که شما یاد میگیرین همون تو به صورت انتزاعی باقی میمونه، مثلا فلسفه یک چیزی خیلی انتزاعی است، ولی بعضی علوم چون مشخصا در عرصه های زندگی به کار میره. سخن بر سر عزیز که دیگر دانشمند بودن در این کشور هم یک مقدار هم فضیلت های خود از دست داده و از او خاطر یک آدم خوش داره پول داشته باشه که تا فضیلت علمی داشته باشه. تشکر استاد رفی. دلتا دی خاقلی مجروب مقالو که ما بلا مقاله ولی دلتا بهترین نظام سیاسی کدام است، فدرالیزم او مرکزی نظام باندې غږیده سر ډیر عمیق بحث ور باندې سوی چې دولت افغانستان فدرالي بشه یا مرکزی. بل شی چې ما ویل سر ډیر دلچسپ است، تاسو ته هم باید دلچسپ شي، وای طالبان او پیژنای دلته ویل طالبان نه دی، دا ډله یو تربیت شوی او مسلکی نظامی ملیشه ده چې ممدار به تشریعات ورکړي دي او د ایسای رول پکې ویل دي. بیا بل ځای کې ویل طالبان پښتانه ګل نشوي او فکر کوي چې دا یو پښتون نهضت دی، په دې حال کې چې دا پښتانه نه دي، ولی چې پښتنوالی
د تعریف کړی چې پښتونواله یوازې د قوم او د ژبې موضوع نه ده، د ملي ګټو په څنګ کې درېدل، د افغانستان د ملي وحدت لپاره فکر کول، د افغانستان افتخارات ساتل، دا د پښتونوالي یو د صفاتو یوه برخه ده. په دې باندې ډېر ښایسته یو شی لیکلی، نو زه غواړم چې په همدې باندې خبرې وکړو چې دغه یو پښتون یا دري ژبه یا تاجک افغان که پیدا کېږي او په دې موضوعاتو باندې په داسې وخت کې چې مونږ ورته ضرورت هم لرو ډېر کم لیکل کېږي، څه وکړو چې دغه شیان بېرته احیا سي؟ د طالبانو په برخه کې مجروح سے پدیر سراحت و پدیر فصاحت قبل تبصیری کری دی او دوی دو حکومت بنیادون او دوی اهدافی چیلی لی دی. اصلا داس مفکر اشخاص لکه مجروح سے چی دی آغوی دی هیواد حالات دی تقریبا دی چو لسیزو پوگدو کی تعقیب کری و او زمو حالات درست ده چی بدلیگی، لیکن په نتایجو کی تقریبا سره ورته دي. په همدې اساس دي چې د خپل نتایج چې کله اخیستي دي هغه دا نن هم تطبیق کیږي. د چې د پرونیو حتی د ظاهرشاه په وخت کې چې کومې تبصیرې کړې یا د هغو نه راوروسته هغه تبصیرې بیرته هغه نتیجې ته رسیږي کومې چې د په هغې وخت کې کړې وي یا یې پوس وخت کې کړې. او بله خبره دا ده چې طالبانو په خپله هم ځان ته پښتون نه وي، هغوی ځان ته مسلمان وي، لیکن دا یو شمیر کسان و چې هغو غلطه استفاده وکړه او د طالب په نامه د هر پښتون سره دښمني وکړه او پښتانه یې وواژه. ټول طالبان پښتانه دي یا ټول پښتانه طالبان؟ استاد، بعض اوقات از بس که د رسانه ها و در میدیای افغانستان راجع به سیاست صحبت میشه، شاید بعض از بیننده ها بگوین که این چی معنا داره که راجع به یک شخصی که در سال 2002 فوت کرده یک بحث صورت بگیره؟ ما میخوایم که دید شما رو من یک شخص متفکر افغان در این کمبودی های فیلی جامعه ما که برای این بحث ها یک جایگاه وجود دارد، دید شما رو میخوایم برای نسل جوان انتقال بتین که چرا ضرور است که این قسم بحث ها گاه گاه شوه، از بعض اشخاص متفکر افغان یادآوری شوه و حتی ما از زنده یادها یاد نمیکنیم، همیش کسانی که وفات میکنن باز از اونا باز یاد بود می صورت میگیره و باز راجع به اونا باز مقاله نوشته میشه و کتاب ها، چرا امیره تغییر ندیم و چی میگن که چی ضرورت است که قسم بحثا باید صورت بگیره؟ بسیار زیاد تشکر. من میخوام بگم که میگن قومی که آینده نداشته باشه به گذشته برمیگرده، همیشه در باره گذشته. شما اگر در روابط روزمره در افغانستان ببینید همیشه دو انسانی که با هم صحبت میکنه از دیروز فلان کس دیدم، فلان کس چنین گفتم، در حالی که دیگه ها از فردا گپ میزنن و از این برنامه های آینده شان. من این سخنم به این مفهوم نیست که مثلا ما از بزرگان خود باید یاد نکنیم. فرهنگ یک محصول جمعی یک جامعه است، ولی بعدا شخصیت های بزرگی هستند که میگن اینا مفصل های جامعه و مفصل های تاریخ هستند، اینها در قد مشعلداران ما هستند. با کمال تاسف من میخوام دست کم در مورد همین شهر غزنی در سال 2013 به نام مرکز یا پایتخت تمدن جهان اسلام مسمی میشه، امی مای از اسد به روایت 14 اسد روز تولد ابو ریحان بیرونی بود. بدون تردید یکی از دلایلی که غزنی این نام میگیره موجودیت یک متفکر بزرگ جهانی و آفرینش کتابهای بزرگی در غزنی است که چنانچه حتی تلویزیون ملی افغانستان، ما تلویزیون های شخصی رو نمیگم، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان یادی از این مرد نکرد، به همین بهانه که ما در آستانه تجلیل چی هستیم. روز مولانا همین گونه گذشت. نسل آینده ما باید با شخصیت ها و متفکرین خود آشنا شوند و 30 سال جنگ یک انقطاع بزرگ فرهنگی را به وجود آورده و هر قدر که مردم از تاریخ و فرهنگ خود بیگانه شوند به همون اندازه مصیبت های بزرگی را به وجود میاره. ولی این سخن هم به جای خود باقی هست که ما از شخصیت های زنده خود هم باید حمایت بکنیم، باید پشتیبانی بکنیم، باید تجلیل بکنیم. در مورد تجلیل از شخصیت های بزرگ ما در که رفتن، گاهی بیشتر فرمایشی نمایشی هست تا اینکه برایشان کارها تحمیلی. حالا من خیلی خوشحال هستم که جناب سید فضل اکبر برخواستن و این آثار
سید بهاودین مجرور را جمع کردن و چاپ کردن، شمسالدین مجرور را جمع کردن و چاپ کردن که امیدوار هستم که جستجو بکنن دیگر نوشته هایشان هم چاپ بکنن، که این در حقیقت یک میراث، یک مشعلی است که از یک نسل به نسل دیگر بر انتقال داده می شود و کار بسیار نیک و پسندیده هست. تشکر استاد. بینندگان عزیز، گاهگاه ایجاب میکنه که ما به خاطر اینکه از شخصیت های برجسته خود تجلیل به عمل بیاریم، از نه تنها به خاطر اینکه ادبای قلم به دست بودن یا متفکرین بودن، بلکه در صحنه های سیاسی افغانستان هم در زمانش با تفکر و عمق نظری که داشتن در اون وقت ارزندام کردن و بر افغانستان زمینه های رشد برای حکومت های مردمی، برای رشد دموکراسی و برای مردم سالاری در زمانش آماده ساختن و تا امروز هم میتونیم از او درس بگیریم، بیاموزیم و نسلای امروزی و نسلای فردا در یک رای آرامتر و آسوده‌تر با داشته های از او مردم ها به پیش برویم. ایجاب میکنه که نه تنها از این نوع اشخاص بلکه از اندیشه هایشان استفاده بکنیم. امروز این را به خاطر از این که در زندگی امروزی ما و در زندگی فردای ما چه اثرات میتونه داشته باشه، او را به او شکلش عیار بسازیم که از اندوخته های دیروز و امروز خود برای آسایش فردای خود آمادگی هایی داشته باشیم و می خاطر این برنامه گاه گاهی در خدمت این قسم اشخاص قرار خواهد داشت و امیدوار هستیم که ما بتونیم از اشخاص دیگه خود، از بزرگان دیگه خود وقتاً فوقتاً قدردانی بکنیم و اونا را در معرفیشان به نسل جوان و نسل آینده افغانستان رولش بازی کرده باشیم. تا برنامه آینده و روز آینده، خدا نگهدار.